شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید. حال با جاوید روستاپور خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS به تماس هستیم که اونا طبق معمول درباره تازه ترین رویدادها در افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور سلام عرض میکنم. خب طالبا از سازمان صحت خواسته که با سیستم صحت افغانستان کمک بکنه و در نواوری های بیاره. بله با سلام وقت شما بخیر آقای شکیب. بله همان گونه که شما اشاره کردین، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با حنان بلخی مسئول منطقه سازمان جهانی صحت و هیئت همراهش خواستار تقویت و تجهیز سیستم صحی افغانستان از سوی این سازمان شده است. آفیزیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه گفته که آقای متقی در دیدار با مسئول بخش منطقه سازمان صحت و هیئت همراهش خواستار تقویت و تمویل سیستم صحی داخلی افغانستان در بخش دوا تجهیزات شده تا از این طریق مراکز صحی در ولایت‌های مختلف افغانستان به خودکفایی دست یابند. به نقل از خبرنامه، آقای متقی همچنان از سازمان جهانی صحت خواسته که با این گروه در راستای مبارزه با پولیو و سایر بیماری‌های ساری مبارزه مشترک کند و آزمایشگاه‌های تشخیص پولیو و سایر بیماری‌های ساری را در افغانستان فعال نمایند. وزارت خارجه طالبان به نقل از مسئول منطقه‌ای سازمان جهانی صحت هم نوشته که این سازمان تلاش میکند که سیستم صحی افغانستان را تقویت و تجهیز کند. در این دیدار نمایندگان بنیاد بیل گیتس و ملیندا گیتس و صندوق حمایت از کودکان نیز حضور داشتند و گفتند که با طالبان در راستای مبارزه با پولیو همکاری خواهند کرد. طالبان در حال خواستاری تقویت و تجهیز سیستم صحی افغانستان میشوند که پس از تسلط این گروه بر افغانستان بر بنیاد گزارش ها سکتور صحت افغانستان با چالش های گسترده ای روبرو شده و در حال حاضر دسترسی شهروندان افغانستان به ویژه کسانی که در ولایات و مناطق دوردست زندگی میکنند به خدمات صحی بسیار کاهش یافته است. بله خب گفته میشه که اتحادیه فعالان حقوق بشر اعدام ها توسط طالبان را تقبیح کرده. اگر در این باره لطفا توضیحات بتین. بله اتحادیه فعالان حقوق بشر اجرای اعدام توسط طالبان را محکوم کرده و آن را نقضی آشکاری اسناد بین المللی و اصول اسلامی عنوان کردند. این اتحادیه در بیانیه از اجرای حکم اعدام بر یک جوان در ولایت پکتیا ابراز نگرانی کرده و گفته که از موضع‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط به این مسئله حمایت می‌کنه و خواستار جدیت سازمان‌های بین‌المللی و کشورها بر فشار بر طالبان است. فعالان حقوق بشر حضور سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در جریان اجرای اعدام در ولایت پکتیا را نشانه از عزم طالبان برای جنایت سیستماتیک علیه شهروندان افغانستان عنوان کردند. این اتحادیه از جامعه جهانی خواسته که در برابر جنایت طالبان سکوت نکنند. طالبان چند روز پیش یک پسر جوان را به اتهام قتل یک جنگجوی پیشین گروه در مرکز پکتیا در محضر عام اعدام کردند که با واکنش‌های شدید بین‌المللی مواجه شد. ریچارد بینیت گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان و همچنین نیمنمانی این اقدام طالبان را محکوم کرده و خواهان توقف آن شدند. اما ستر محکمه طالبان تاکید کرده که دهها تن حکم اعدامشان صادر شده و به زودی اعدام بر آنان عملی خواهد شد. بله خب صندوق حمایت از اطفال یا Save the Children ابراز نگرانی کرده که آورگان اقلیمی در افغانستان افزایش یافته. بله بله صندوق نجات کودکان یا Save the Children در مورد فاجعه انسانی ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان هشدار داده و با نشر بیانیه در صفحه ایکس خود گفته که تنها در ماهای نخست سال جاری میلادی بیش از 38,000 نفر که نیمی از آنها کودکانند به دلیل شرایط بد جوی و اقلیمی در افغانستان آواره شدند. Save the Children افزوده که این رقم بیشتر از دو برابری در سال 2023 میلادی را نشان می‌دهد. این سازمان در ادامه گفته که به دلیل انتشار کم کاربن
افغانستان با پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و طوفان مواجه است. به نقل از ارشد ملک، رئیس صندوق نجات کودکان در افغانستان، آمده که بحران آب و هوا وضعیت انسانی در افغانستان را بدتر میکند و خانواده را آواره کرده و منابع آبی را نابود میکند و کودکان را از آموزش باز میدارد. آقای ملک همچنان افزوده که کودکان تازه متولد شده افغان در طول زندگی خود 5.3 برابر بیشتر از افراد 60 ساله امروزی با خشکسالی مواجه شدند و در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند. افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است که علاوه بر خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور است که مردم را آسیب پذیر ساخته و مجبور به ترک خانه و منطقه خود کرده است. بله، خب بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا شما را به خدا می‌سپارم. وقتتان خوش. وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان. بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. اس بی اس دری را در فیسبوک تعقیب کنید.